منیزیم یکی از مواد معدنی بسیار مهمی است که تقریباً در 350 واکنش بیوشیمیایی بدن نقش دارد. این واکنش‌ها از ساخت DNA و RNA گرفته تا عملکرد سلول‌های عصبی و انقباض عضلات متفاوت است. به همین دلیل بدن به منیزیم زیاد در رژیم غذایی خود، یعنی به میزان حداقل 400 تا 800 میلی گرم در روز نیاز دارد. حدود 75% افراد جامعه دچار کمبود منیزیم هستند، چون آنها به اندازه کافی سبزیجات نمی‌خورند. منیزیم در اکثر سلول‌های کلروفیل گیاهان سبز وجود دارد. متأسفانه کمبود منیزیم به سادگی از راه آزمایش قابل تشخیص نمی‌باشد و فقط 1% منیزیم بدن در جریان خون وجود دارد. به همین دلیل نمیتوان کمبود منیزیم را با آزمایش خون تشخیص داد. بنابراین مهم است که شما علائم و نشانه های کمبود منیزیم را بشناسید. منیزیم در جلوگیری از کلسیفیکاسیون سرخرگ‌ها و در نتیجه سلامت قلب و عروق نقش مهمی دارد. کلسیفیکاسیون به رسوب کلسیم در بافت‌های نرم گفته می شود که در سرخرگ ها باعث گرفتگی آنها می شود. این ماده از طریق افزایش تأثیر ویتامین دی به جذب بیشتر کلسیم و در نتیجه سلامت استخوان ها کمک می کند. علاوه بر این بر تولید انرژی، سمزدایی، فعالیت عضلات و اعصاب، هضم پروتئین، کربوهیدرات و چربی و همچنین عملکرد انتقال دهنده های عصبی مثل سروتونین نیز نقش دارد. مهمترین دلایل کمبود آن در بدن عبارتند از: شماره 1، کاهش میزان منیزیم موجود در خاک و در نتیجه کاهش منیزیم در مواد غذایی روزانه. شماره 2، افزایش مصرف قند و کافئین. ممکن است بپرسید که قهوه خودش منیزیم دارد، پس چگونه سبب کمبود منیزیم می شود؟ پاسخ این است: قهوه سبب تحریک دفع در بدن می شود. وقتی که به فرایند دفع سرعت می بخشد، مدت حرکت مواد غذایی دارای مواد معدنی از جمله منیزیم را کم می کند و منیزیم به اندازه کافی از دستگاه گوارش جذب نمی شود و دفع آب را به شکل ادرار از بدن زیاد می کند که به همراه ادرار مواد معدنی نیز دفع می شود. شماره 3، استفاده از فلوراید و کلور در آب لوله کشی که موجب ترکیب این مواد با منیزیم و در نتیجه کاهش منیزیم در آب مصرفی می شود. شماره 4، افزایش میزان استرس روزانه در زندگی ماشینی امروز که سطح کورتیزول خون را بالا می برد. شماره 5، مصرف داروهای آنتی اسید و دیورتیک یا ادرار آور که مواد معدنی را به همراه ادرار از بدن دفع می کند. شماره 6، کمبود ویتامین دی که می تواند به کمبود منیزیم نیز منجر شود، چون این دو در بدن با هم کار و اثرات همدیگر را تقویت می کنند. در ادامه 12 علامت هشدار کمبود منیزیم در بدن را می گویم. حتما تا انتهای ویدیو با من بمانید و اگر هنوز در کانال ما عضو نشده اید، همین حالا دکمه سابسکرایب را بزنید و با لایک و کامنت از گسترش این ویدیوی آموزشی حمایت کنید. شماره 1، گرفتگی عضلات. شایع ترین علامت کمبود منیزیم گرفتگی عضلات می باشد که این گرفتگی در عضلات پلک ها به شکل پرش پلک پایین یا بالا خودش را نشان می دهد. وقتی منیزیم کافی در بدن نداشته باشید، کلسیم بیشتری به درون سلول‌های عصبی می‌رود و سلول‌های عصبی را تحریک می‌کند و سبب ارسال ایمپالس‌های عصبی زیادی می‌شود که در عضلات صورت به شکل تیک و گرفتگی عضلانی ناگهانی بروز می‌کند. مصرف زیاد نوشابه‌ها که اغلب دارای اسید فسفوریک هستند و آرد سفید و غلات تصفیه شده سبب کمبود منیزیم و ایجاد این حالت می‌شود. شماره 2، بیدار شدن از خواب در ساعت 2 تا 3 صبح. اگر شما نصف شب بیدار می‌شوید و دیگر به آسانی قادر به خوابیدن نیستید، ممکن است دچار افزایش سطح هورمون استرس یا کورتیزول شده باشید که نمی‌گذارد شما به خواب بروید. این ممکن است به علت کمبود منیزیم ایجاد شده باشد و شما با مصرف منیزیم می توانید سطوح کورتیزول خونتان را پایین بیاورید و راحت بخوابید. شماره 3، تحریک عصبی. توجه داشته باشید که وقتی یک وعده غذایی شما دیر می شود،
شما عصبی شده تحریک می شوید و به محرکات واکنش شدید نشان می دهید. این به این دلیل است که قند خونتان پایین آمده است و سلول ها برای حفظ سطح انرژی کافی برای بدن به زحمت می افتند. مصرف کافی الکترولیت ها یعنی منیزیم، پتاسیم و سدیم در رژیم غذایی به شما کمک می کند که تطابق بهتری با نخوردن وعده غذایی یا روزداری داشته باشید. شماره 4. آریتمی قلبی. منیزیم به همراه کلسیم در انقباض و انبساط عضله قلب دخالت دارد. اگر شما دچار تپش قلب یا اختلال در ریتم قلب هستید، ممکن است دچار کمبود منیزیم شده باشید و باید مکمل منیزیم مصرف کنید. بهترین مکمل منیزیم گلایسینیت است. در ادامه بهترین منابع منیزیم را خواهم گفت. شماره 5. فشار خون بالا. منیزیم برای انبساط و گشاد کردن عروق مورد نیاز است، طوری که قلب بتواند به آسانی خون را درون رگ‌ها پمپ نماید. اگر منیزیم کافی مصرف نکنید، کلسیم در شریان‌ها رسوب کرده و تسلب شریان یا سفتی سرخ رگ‌ها را ایجاد می‌کند. تسلب شریان هم باعث فشار خون می‌شود و خطر بروز بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. بعضی وقتها این افزایش فشار خون سبب سردرد و میگرن هم می شود. شماره 6. یبوست. اگر اغلب به یبوست دچار هستید، شما به مصرف بیشتر منیزیم در رژیم غذایی خود نیاز دارید. این منیزیم را می توانید به راحتی از سبزیجات برگ سبز به دست آورید. منیزیم سبب شل شدن عضلات صاف روده بزرگ می شود و از این طریق به حرکات دودی روده، حرکات مدفوع در روده و دفع آن کمک می کند. شکل دیگری از منیزیم به نام منیزیم سیترات وجود دارد که با کشیدن آب به درون روده ها مدفوع را نرم می کند تا دفع آن راحت تر صورت گیرد. شماره 7. استخوان درد. 60% منیزیم در استخوان‌ها ذخیره می‌گردد و به همراه کلسیم و ویتامین دی به حفظ و استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. منیزیم ترشح هورمون پاراتیروئید را تحریک می‌کند. هورمون پاراتیروئید به جذب کلسیم در استخوان‌ها کمک می‌کند. بنابراین اگر شما کمبود منیزیم داشته باشید، دارای استخوان‌های ضعیف و شکننده‌ای خواهید بود و به پوکی استخوان یا استئوپروز و درد استخوان دچار می شوید. شماره 8. سفتی مفاصل و آرتریت. منیزیم ویتامین دی را در بدن فعال می کند و ویتامین دی به همراه ویتامین کادو جذب کلسیم را در استخوانها تسهیل می کند. کمبود منیزیم سبب عدم جذب کلسیم در استخوانها می شود و کلسیم اضافه در بدن در بافتهای نرم و مفاصل رسوب کرده و سبب سفتی مفاصل می گردد. بنابراین اگر شما خشکی و سفتی مفاصل دارید، ممکن است به کمبود منیزیم دچار باشید یا به کمبود ویتامین C یا مس مبتلا باشید. کمبود ویتامین C و مس سبب کمبود کلاژن در بدن و مفاصل می شود. شماره 9. اضطراب. شما برای حفظ تعادل و آرامش سیستم عصبیتان به دریافت مقادیر کافی پتاسیم و منیزیم از سبزیجات برگ سبز نیاز دارید. اگر شما به اندازه کافی از این سبزیجات و ویتامین B1 مصرف نکنید، به اضطراب، افکار وسواسی و هیجانی دچار می شوید که سبب فعالیت بیش از حد و واکنش های جنگ و گریز خواهد شد. پاسخ جنگ و گریز به عنوان پاسخ به استرس حاد شناخته می شود و به زنجیره از واکنش های سریع در داخل بدن گفته می شود که به بسیج منابع بدن برای مقابله با شرایط تهدید کننده کمک می کند. شماره 10. هوس خوردن شکلات. موقعی که تحت استرس عاطفی قرار داشته باشید، بدن در واکنش به آن آدرنالین و کورتیزول ترشح می کند که سبب کمبود منیزیم می شود و بدن برای جبران کمبود منیزیم هوس خوردن شکلات می کند، چون شکلات سرشار از منیزیم می باشد. مشکلی که وجود دارد این است که شکلات دارای اگزالات هم هست. اگزالات با منیزیم ترکیب می شود و از بدن دفع می شود و سبب چرخه بی پایان هوس خوردن شکلات می شود. و این را بدانید که شکلات تلخ یعنی 75% به بالا
برای شما مفید است و شکلاتی که شیرین هست شاید ضرر بیشتری نسبت به فایده برای شما داشته باشد. بنابراین هنگامی که هوس شدید شکلات داشتید، بهتر است شکلات تلخ، آجیل، سبزی و ماهی بخورید که سرشار از منیزیم می باشند. شماره 11. اسپاسم کارپوپدال. عضلات دست در اثر کمبود منیزیم دچار اسپاسم می شوند که این کمبود مانع از عملکرد صحیح کلسیم برای ریلکس عضلات دست می شود. این اسپاسم در پا نیز می تواند ایجاد شود، مخصوصا وقتی در طول شب در حالت دراز کشیده و خوابیده اید. شماره 12. کرامپ یا گرفتگی عضلانی. کمبود منیزیم می تواند هر عضله‌ای در بدن را گرفتار کند و سبب کرامپ و اسپاسم شود، مخصوصا در عضلات ساق پا و در عضلات گردن نیز کاملا شایع است. دریافت کافی الکترولیت‌های کلسیم، منیزیم و پتاسیم از سبزیجات بهترین راه رفع کمبود منیزیم است و شما به مصرف کافی نمک برای رفع نیاز عضلات بدن به سدیم نیز نیاز دارید. شماره 13. آسم. مبتلایان به آسم باید روزانه مکمل منیزیم گلایسینت مصرف کنند. منیزیم به کاهش تنگی مجاری تنفسی و باز شدن برونشیول ها و راحت تر نفس کشیدن کمک می کند. ویتامین دی 20,000 واحد به علاوه 200 میکروگرم ویتامین K2 به منیزیم در بهبود علائم آسم کمک می کند. چگونه منیزیم بدنتان را به طور طبیعی افزایش دهید؟ هر روز یک ظرف بزرگ سالاد سبزیجات برگ سبز بخورید. به غیر از سالاد، سایر منابع غنی از منیزیم، تخمه کدو، بادام، ماست، نمک دریا، مرغ، گوشت و ماهی سالمون است. مکمل‌های منیزیم انواع زیادی دارند. توصیه می‌شود برای بهترین اثر منیزیم گلایسینیت، منیزیم سیترات و منیزیم تریونیت استفاده کنید. منیزیم التریونیت مؤثرترین مکمل منیزیم است که از سد خونی مغزی عبور می کند و منیزیم اکساید، منیزیم سولفات، منیزیم کربنات و منیزیم هیدروکساید مصرف نکنید، چون جذب کمی دارند و ممکن است عوارض جانبی در بدن ایجاد کنند. در پایان منتظر نظرات شما در مورد این ویدیو آموزشی هستم. خیلی ممنون از این که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.